با عرض سلام، مهسا خانپور هستم. با هم اخبار امروز یک اردیبهشت 1403 هجری شمسی برابر با 20 آوریل 2024 میلادی را مرور و بررسی می‌کنیم. جمهوری اسلامی آمریکا را به دلیل حمایت از حکومت پهلوی محکوم و جریمه کرد. یک دادگاه عمومی در تهران دولت آمریکا را به دلیل مشارکت در تأسیس ساواک و حمایت از حکومت پهلوی مجرم شناخت. به نوشته میزان، خبرگزاری قوه قضاییه شعبه 55 دادگاه عمومی و حقوقی تهران در پی محکوم شناختن دولت ایالات متحده جریمه نقدی معادل بیش از 1 میلیارد و 91 میلیون دلار برای آمریکا تعیین کرده است. آنطور که در خبر میزان آمده و در همه رسانه‌های حکومتی بدون هیچ توضیحی تکرار شده، این پرونده در پی شکایت 15 نفر از زندانیان سیاسی قبل از انقلاب 1357 تشکیل شده است. خبرگزاری قوه قضاییه ادعا کرده است که شاکیان اثبات کرده‌اند که اگر حمایت‌های دولت آمریکا از دیکتاتوری پهلوی نبود، چنین آسیب‌هایی به آنها وارد نمی‌شد. تلویزیون پارس نام و مشخصات این زندانیان سیاسی را نیافت. حکم جریمه جدید در حالی صادر شده است که پیشتر هم قوه قضاییه حکومت اسلامی از محکومیت آمریکا در پرونده‌ای مشابه خبر داده. جمهوری اسلامی هدف قرار گرفتن سامانه پدافند هوایی تأسیسات نتنز را تکذیب کرد. وبسایت نور نیوز وابسته به شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی به نقل از یک مقام مطلع گزارش‌های منتشر شده در مورد آسیب بخشی از سامانه پدافند هوایی در پی حمله بامداد جمعه به منطقه‌ای در اصفهان را کذب دانست و خبرهای منتشر شده را فضاسازی رسانه‌های غربی اعلام کرد. روز گذشته برخی خبرگزاری‌ها و رسانه‌های بین‌المللی به نقل از منابع دولتی خبر دادند که در جمله بامداد جمعه به ایران سایت راداری پدافند هوایی تأسیسات نتنز هدف 3 موشک اسرائیل قرار گرفته است. شبکه خبری ABC به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی گزارش داده بود که حمله بسیار محدود بامداد جمعه با شلیک 3 موشک توسط یک جنگنده اسرائیلی از خارج ایران انجام شده است. به گفته این مقام آمریکایی در این حمله یک سایت راداری پدافند هوایی در نزدیکی اصفهان هدف قرار گرفته شد که برای محافظت از تأسیسات هسته‌ای نتنز مورد استفاده قرار می‌گیرد. این مقام ارشد آمریکایی افزود ارزیابی‌های اولیه حاکی از آن است که این سایت بر اثر حمله اسرائیل از بین رفته است، اما این ارزیابی هنوز در دست تکمیل است. جنگ علیه زنان فرماندهی انتظامی از تداوم طرح نور. همزمان با بالا گرفتن واکنش‌ها در شبکه‌های اجتماعی به موج تازه خشونت ماموران گشت ارشاد در جریان بازداشت زنانی که حجاب اجباری را رعایت نمی‌کنند، فرماندهی انتظامی کشور می‌گوید اجرای طرح موسوم به نور تداوم خواهد داشت. مرکز اطلاع رسانی فرماندهی انتظامی کشور اعلام کرد اجرای طرح نور منطبق با خاص و ساخت عمومی جامعه و مسئولان اجرایی کشور تداوم خواهد داشت. این بیانیه تصریح کرده است برخی شیطنت‌های رسانه‌ای توسط جریان‌سازی معاندی در اجرای سناریوهای ساختگی بر عزم و اراده پلیس تأثیری نخواهد داشت. اجرای طرح موسوم به نور در یک هفته اخیر با انتشار تصاویر از خشونت نیروهای گشت ارشاد با زنانی که حجاب اجباری را رعایت نمی‌کنند در شبکه‌های اجتماعی همراه بوده است. لایحه موسوم به حجاب و عفاف که در واکنش به موج مخالفت زنان با حجاب اجباری سال گذشته در مجلس شورای اسلامی در صحن علنی به تصویب رسید، این خبرها پس از دستور علی خامنه‌ای در سخنرانی نماز عید فطر مبنی بر لزوم برخورد با هنجارشکنی دینی در جامعه منتشر می شود. بحران مسکن در ایران عمیق‌تر شد. برخی از دهک‌ها توان اجاره خانه را هم ندارند. ناصر رضایی به شرایط بد معیشتی مردم اشاره کرد و گفته که در مسکن مهر افرادی هستند که پول شارژ ساختمان را هم ندارند. به گفته این معاون شرکت عمران، شهرهای جدید در حال حاضر شرایط کشور به گونه‌ای است که 6 دهک جامعه
به طور کامل توان خرید خانه را ندارند. رضایی تاکید کرده است که با مردمی مواجه هستیم که حتی اگر مسکنشان را تامین کنیم توان نگهداری آن را هم ندارند. کاهش قدرت خرید مردم مهمترین عامل ناتوانی متقاضیان برای در اختیار گرفتن مسکن است و در همین رابطه تابستان 1402 مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در گزارشی نوشت هم اکنون 3 دهک به صورت مطلق و دهک‌های 4 و 5 و حتی بخشی از دهک 6 نیست نسبتاً قادر به تامین مسکن مورد نیاز برای سکونت خود نیستند. بحران در بخش مسکن در حالی به رواج واحدهای کوچک، زندگی اشتراکی خانواده‌ها، زیرزمین خوابی، مهاجرت معکوس در درون شهری و بین شهری و دیگر مشکلات ریز و درشت تبدیل شده است که ابراهیم رئیسی در روزهای نخستین در اختیار گرفتن دولت وعده ساخت سالانه 1 میلیون مسکن را داده بود. شمار جانباختگان سیل سیستان و بلوچستان به 18 نفر رسید. در جریان سیل و آب گرفتگی در استان سیستان و بلوچستان ده ها روستا تخریب شده اند و برق و آب دست کم 300 روستا قطع شده است. تعداد جانباختگان سیل به 18 نفر رسیده است. شماری از کاربران رسانه‌های اجتماعی به انتقاد از فقدان امدادرسانی به مناطق سیل زده پرداختند. کمپین فعالین بلوچ روز شنبه اول اردیبهشت خبر داد تعداد افراد کشته شده بر اثر سیلاب در سیستان و بلوچستان به 18 نفر افزایش یافته و دست کم یک تن نیز مفقود است. یکی از قربانیان پسر بچه‌ای 7 ساله به نام آرمین آسکانی از شهر راسک است که روز جمعه به دلیل پرتاب شدن داخل رودخانه طغیان کرده جان خود را از دست داد. در روزهای گذشته خبر جان باختن یک دختر 9 ساله، پسری 10 ساله و دو نوجوان 17 ساله نیز منتشر شده بود. گزارش ها از استان سیستان و بلوچستان حاکی از آن است که علاوه بر طغیان رودخانه ها، ریزش کوه نیز جاده ها و مسیرهای ارتباطی را مسدود کرده است. در جریان سیل شدید پیشین در این منطقه بیش از 10,000 نفر صدمه دیدند. توجهی جمهوری اسلامی به زیر ساخت ها به ویژه در استان سیستان و بلوچستان و لایروبی نکردن رودخانه ها و نبود سیستم مناسب شهری و کانال های آب باعث شده است سیلاب ها و بارندگی های فصلی هر ساله تلفات جانی و خسارات مالی چشمگیری بر جای بگذارند. سفر هانیه به آنکارا همزمان با احتمال خروج حماس از قطر، اردوغان فلسطینی ها متحد شوند. همزمان با سفر اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس به آنکارا برای مذاکره با رئیس جمهور ترکیه، وال استریت جورنال نوشت که رهبران این گروه به دنبال یافتن جایگزینی برای قطر به عنوان میزبان خود هستند. در حالی که مذاکرات آتش بس در غزه هنوز به جایی نرسیده و همه به پایان تنش میان اسرائیل و جمهوری اسلامی چشم امید دارن، رهبر سیاسی حماس روز شنبه اول اردیبهشت به پایتخت ترکیه سفر کرد. گروه حماس که توسط ایالات متحده اتحادیه اروپا گروهی تروریستی تلقی می شود، سالهاست که از حمایت دوحه برخوردار است و بخش سیاسی آن در این شهر مستقر است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه دنبال مذاکره چند ساعته با رئیس دفتر سیاسی گروه افراطی حماس در روز شنبه خواستار اتحاد گروه‌های فلسطینی در میان جنگ غزه شد. دفتر ریاست جمهوری ترکیه به نقل از او نوشت فلسطینی ها در این روند با اتحاد عمل کنند. محکم ترین پاسخ به اسرائیل و راه پیروزی در اتحاد و یک پارچگی نهفته است. قطر از سال 2012 به طور رسمی میزبان رهبران سیاسی حماس در دوحه است. اقدامی که به گفته مقامات قطری خواسته خود ایالات متحده است تا مبادا هنیه و گروهش کشوری چون ایران یا سوریه مستقر شوند که دسترسی و ارتباط با آنها را بسیار دشوارتر خواهد ساخت. با هم چند پیام بازرگانی میبینیم برمیگردیم. سرشناسترین وکیل جامعه ایرانی دکتر کامران یدیدی، تصادفات اتومبیل، موتورسیکلت، صدمات بدنی، حمله حیوانات، زمین خوردگی. در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی کادر قدرتمند ما برگ برنده شما بر ضد شرکت‌های بیمه خواهد بود. فقط و فقط یک نام، دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99 معتبر، برا.
با ادویه جوجه کباب صدف، تهیه یک جوجه کباب لذیذ و آبدار خیلی ساده است. گوشت جوجه رو بعد از شستن به اندازه های مناسب میبریم. کمی روغن اضافه میکنیم و ادویه جوجه کباب صدف رو روی اون میپاشیم. و بعد همراه با سبزیجات دلخواهمون به سیخ میکشیم. خب، آتیش هم که آماده است. حالا جوجه ها رو کباب میکنیم و کمی بعد با لذت نوش جان میکنیم. بله، انتخاب صدف انتخاب بهترین هاست. جواهری پارس با مدیریت مسعود افلاطونی، شنبه ها ساعت 13 به وقت لس آنجلس، 818-377-31، 818-344-5050 از شبکه جهانی تلویزیون پارس. به به، هیچی مثل دوغ بیبلوس نمیشه. یادتونه قدیما میرفتیم لب چشمه، درکه، دربند، چلو کباب سفارش میدادیم، غذا به همون نمیچسبید تا اون دوغ محلی و طبیعی رو مینوشیدیم. الانم تنها دوغی که کاملا به یاد دوغای خونگی خودمون میندازه دوغ بیبلوسه. سالم، کاملا طبیعی، خوشتم، تهیه شده از ماست و شیره بدون هورمون و مواد افزودنی. امتحان کنین، خودتون تایید خواهید کرد که هیچ چیزی مثل دوغ بیبلوس نمیشه. به هیچ وجه نگران فروش خانه، باغ، ویلا و یا دیگر اموال خود در هر نقطه از ایران نباشید. این کار در تخصص وکلای ماست. شماره تماس 818-577-77-59-7، روز هفته 24 ساعته. ارتش روسیه میگوید چندین فروند جنگنده و هواپیماهای ترابری اوکراین را در فرودگاهی منهدم کرده است. روسیه اعلام کرد حملات متعددی به زیرساخت‌های نظامی و انرژی اوکراین و انبارهای تسلیحات این کشور انجام داده و چند فروند هواپیمای جنگی اوکراین را منهدم کرده است. مقامات اوکراین نیز از تداوم حملات خود به پست‌های فرماندهی سربازان و تجهیزات نظامی روسیه خبر دادند. ارتش روسیه مدعی است تعدادی از جنگنده‌های میگ 29 و هواپیماهای ترابری نظامی N26 اوکراین را در فرودگاهی در اوکراین منهدم کرده است. وزارت دفاع روسیه همچنین از دفع تعدادی موشک و پهپاد اوکراینی توسط سامانه پدافند هوایی این کشور خبر داد. مقامات اوکراین نیز با اعلام سرنگون کردن یک هواپیمای بمب‌افکن روسی از تداوم حملات خود به پست‌های فرماندهی سربازان و تجهیزات نظامی روسیه خبر دادند. وزارت دفاع روسیه گزارش داد که ارتش روسیه در هفته گذشته ده‌ها حمله به زیر ساخت‌های نظامی و انرژی اوکراین، ساختارهای جذب نیروی نظامی، انبارهای تسلیحات انجام داده و مواضع مطلوب‌تری را در نقاط مختلف در شرق اوکراین، همچنان از دفع چندین حمله اوکراین خبر داده. وعده ناتو به اوکراین برای ارسال سامانه‌های ضد هوایی. کشورهای عضو پیمان ناتو وعده ارسال سامانه‌های ضد هوایی مورد نیاز اوکراین را به این کشور دادند. در این حال اعلام نشده است که چه کشورهایی چه نوع تجهیزات نظامی در اختیار کیف قرار خواهند داد. دبیرکل ناتو در این زمینه اشاره کرد: ما می‌دانیم چه سلاح‌هایی در انبارهای نظامی کشورهای عضو ناتو ذخیره شده‌اند و چه تجهیزاتی را می‌توان بر اساس این اطلاعات ارسال کرد، اما اطلاعات مربوط به جزئیات آن محرمانه است. بر اساس اطلاعات منتشر شده، همه کشورهای عضو اتحادیه اروپا از سیستم دفاعی پاتریوت برخوردار نیستند. به گفته امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه، سامانه سمت تی با موشک‌های اوکراینی هماهنگی ندارد و علاوه بر آن پاریس برای محافظت از سلاح‌های هسته‌ای خود به آن نیاز دارد. گفته شده است هلند قرار است اوکراین را با 4 میلیارد یورو مورد کمک مالی قرار دهد. نمایندگان کنگره ایالات متحده آمریکا نیز روز شنبه 20 آوریل در مورد آزاد کردن بودجه 60 میلیارد دلاری مسدود شده برای پشتیبانی از اوکراین تصمیم خواهند گرفت.
تایوان از شناسایی 21 جنگنده چینی در آبهای اطراف خود خبر داد. در آستانه مراسم تحلیف رئیس جمهور جدید تایوان، این کشور از شناسایی 21 جنگنده چینی در آبهای اطراف این جزیره خبر داد. وزارت دفاع دولت تایپه روز شنبه اول اردیبهشت اعلام کرد از ساعت 8:15 دقیقه امروز 21 جنگنده چینی را بر فراز آبهای اطراف جزیره تایوان شناسایی کرده است. چین بارها اعلام کرده تایوان بخشی از خاک این کشور است و باید به سرزمین مادری بازگردد. تایوان با رد این ادعا گفته است مردم این کشور باید درباره آینده خود تصمیم بگیرند. آمریکا مهمترین متفق تایوان است و کمک‌های نظامی به این کشور ارائه می‌دهد. این حادثه یک روز بعد از دیدار و مذاکرات وزرای دفاع آمریکا و چین انجام شده است. مذاکراتی که از نوامبر 2022 به خاطر افزایش تنش‌ها میان دو کشور متوقف شده بود. موافقت ارمنستان با بازگرداندن 4 روستای مرزی به جمهوری آذربایجان همزمان با اعلام خروج نیروهای حافظ صلح روسی از قره‌باغ کوهستانی، ارمنستان توافق کرد که 4 روستای دیگر جمهوری آذربایجان در منطقه قزاق را به این کشور بازگرداند. مقامات ارشد هر دو کشور توافق برای بازگرداندن روستاها را اقدامی چشمگیر توصیف و آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا از این توافق استقبال کرده است. بعد از توافق آتش‌بس جنگ 44 روزه پاییز 2020 که منجر به بازگرداندن بخش‌های گسترده جمهوری آذربایجان شد، دو کشور شروع به مذاکره برای تعیین دقیق مرزها کردند. جنگ 44 روزه قره‌باغ کوهستانی میان ارمنستان و جمهوری آذربایجان در پاییز سال 2000 با وساطت روسیه پایان گرفت و جمهوری آذربایجان بعد از 3 دهه اراضی اشغالی را پس گرفت. همزمان با اعلام خروج نیروهای حافظ صلح روسی از قره‌باغ کوهستانی، ارمنستان توافق کرد که 4 روستای دیگر جمهوری آذربایجان در منطقه قزاق را به این کشور بازگرداند. مردی در مقابل دادگاه ترامپ در نیویورک خود را با آتش کشید. مقامات پلیس نیویورک میگویند مردی روز جمعه در خارج از ساختمان دادگاهی در منطقه منهتن نیویورک، جایی که محاکمه مهم دونالد ترامپ برگزار میشد، خود را با آتش کشید. محاکمه دونالد ترامپ، رئیس جمهور پیشین ایالات متحده، به اتهام پرداخت حق السکوت به یک ستاره پرن در دادگاهی در منهتن نیویورک در جریان است و روز جمعه انتخاب اعضای هیئت منصفه این دادگاه پایان یافت. به گزارش رویترز، شاهدان عینی گفتند که این مرد قبل از با آتش کشیدن خود برگه هایی را از کوله پشتیش بیرون آورد و آنها را به هوا پرتاب کرد. پلیس نیویورک این مرد را مکس آزارلو اهل ایالت فلوریدا معرفی کرده است و میگوید او به نظریه توطئه اعتقاد داشت. لوین برایگ، دادستان دموکرات منطقه منهتن نیویورک، دونالد ترامپ را متهم کرده که در مورد پرداخت 130,000 دلار به استورمی دانیلز، ستاره پرن، در دوره کارزار انتخاباتی سال 2016 خود اسناد جعلی ارائه کرده است. با هم چند پیام بازرگانی می‌بینیم، برمی‌گردیم. وست ساید مدیکال فارمسی در 11968 ویلچر بولوار در خدمت جامعه ایرانی. داروخانه وست ساید مدیکال به مدیریت دکتر سویل کاتوزی با همکاری تکنیسیان های مجرب و ارائه واکسن های روز. تحویل رایگان دارو به منازل شما در همه مناطق، به خصوص بیورلی هیلز، ولی، وست الی و سانتا مونیکا. دوشنبه تا جمعه 10 صبح تا 5 بعد از ظهر. تلفن 310-441-1200. داروهای گیاهی دکتر سهراب خوشبین نیز در وست ساید مدیکال فارمسی موجود است. شرکت طلوع عدالت املاک، منوچهر معتمر و همکاران با همیاری وکلای رسمی دادگستری و متخصصین املاک مصادره شده در ایران، دیگر نیاز به خروج از منزل و یا مراجعه به واشنگتن را ندارید. اخذ گذرنامه، تنظیم وکالتنامه فروش در یک هفته، تنظیم صلح نامه، انحصار وراثت و مالیات بر ارث، تنظیم وکالتنامه‌های کلی و کاری، امور بانکی، صلح عمری، فقط در یک هفته، دریافت حقوق بازنشستگی، ثبت ازدواج و طلاق ایرانی، اخذ شناسنامه و کارت ملی در اسرع وقت، اخذ مجوز اوفک و نقل و انتقال ارز به آمریکا،
شرکت طلوع عدالت املاک. تلفن تماس 949-202-7288 949-202-7288. درست انتخاب کنید. هیدریلا گروپ، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و نوادا. سامان هیدری و همکاران، متخصص و برترین در تصادفات و صدمات شدید بدنی. رایتشر، اوبر، لیفت، تراک و موتورسیکلت با کارنامه درخشان دریافت میلیون‌ها دلار خسارت از بیمه ها. دفاتر سامان هیدری، هیدری لا گروپ در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. 818-818-0707 hidarilagroup.com. کره شمالی از آزمایش یک کلاهک بسیار بزرگ موشک‌های کروز خبر داد. کره شمالی میگوید یک کلاهک بسیار بزرگ را که برای قرار گرفتن بر روی موشک‌های کروز طراحی شده آزمایش کرده است. رسانه دولتی کره شمالی هم از آزمایش یک موشک ضد هوایی نوع جدید در عصر روز گذشته در سواحل غربی این کشور خبر داد. کره شمالی گفته است که این آزمایش‌ها بخشی از فعالیت‌های منظم سازمان موشکی این کشور است و هیچ ربطی به اوضاع جاری ندارد. این کشور همچنین بدون اشاره به جزئیاتی بیشتر افزوده است هدف مشخصی از طریق این آزمایش‌ها محقق شد. بر اساس تحریم‌های فعلی سازمان ملل علیه کره شمالی، آزمایش موشک‌های کروز برخلاف موشک‌های بالستیک ممنوع نیست. به پایان اخبار امروز می‌رسیم. تا روز دیگر، بدرود.